سلام، من منشاد آریایی هستم و خیلی خوش اومدیم به کانالم. قبل از اینکه بخوایم قسمت هفتم رو تحلیل کنیم، بیایم بگیم چه اتفاقاتی افتاد، چون فلشبک لازمه برای اینکه اتفاقات این قسمت رو بیشتر درک کنیم. در قسمت ششم جول و الی میرن که مقر فایرفلای ها رو پیدا کنن، ولی وقتی میرسن اونجا یک سری افراد بهشون حمله میکنن. جول یکی از اونا رو میکشه، ولی همون نفری که میکشتش بهش چاقو میزنه. حالا جول مصدومه و الی باید ازش مراقبت کنه. تو قسمت هفتم جول روی زمین خوابیده، الی میاد که ازش پرستاری کنه. جول هولش میده به خاطر اینکه میدونه هر لحظه ممکنه اونایی که بهشون حمله کرده بیان و بکشنش، و بهش میگه برو تامی رو بیار. اون الان دنبال این نیست که نجات پیدا کنه با آوردن تامی، بلکه شانسش هم کمتر میشه برای زنده موندن. اون دنبال اینه که کسایی که به الی چاقو زدن نتونن بیان و الی رو هم بکشن. الی میاد از پله ها بالا. وقتی که میاد از پله ها بالا، میاد و میخواد دستگیری در باز کنه. و میدونید همه ما آدم ها گاه اوقات تو زندگیمون یه تصمیماتی میگیریم که ممکنه پشیمون بشیم، یا توی تنگنای قرار میگیریم که باقی عمرمون به اون لحظه فکر میکنیم. پس خودمون اینو میپرسیم، آیا این تصمیمی که الان گرفتم تصمیم درستی بود؟ برای اینکه ما بدونیم الی چه تصمیمی میگیره، باید با گذشتش بریم، گذشته که این اتفاق ممکنه براش افتاده باشه. و حالا ما با الی به گذشتش میریم، به تصمیمی که در گذشته گرفته و روی تصمیم الانش تأثیر داره. خب الی رو چطور نشون میده؟ در گذشته یه هندزفری گذاشته رو گوشش، داره ورزش میکنه. آدم ها وقتی عصبانیان، وقتی ناراحتن، وقتی غمگینن، بهترین راه برای این که دور بشن از این موقعیت اینه که ورزش کنن، اینه که کارهای فیزیکی کنن، اینقدر بدنشون درگیر بشه تا نتونن به چیز دیگه فکر کنن. الی همچین کاری میخواد کنه. الی میخواد یک همچین کاری کنه، اما نمیتونه. حتی وقتی داره ورزش هم میکنه، سرعتش کمتر از دیگرانه. حتی این ورزش هم نمیتونه مانع این بشه که فکر نکنه به عزیزی که از دست داده، و این خیلی بده. یکی از دوستاش میاد و بهش میگه تون برو. چرا؟ چون داخل ارتش تشویقی، فردیه، تنبیه، گروهی. مهم نیست که تو حال خودتی، توی تنها رو تنبیه نمیکنن، همه رو با هم دیگه تنبیه میکنن. بهتره بهش میگه با خود بیا. از وقتی دوستت رفته دیگه توی حال دیگه هستی. و انگار به الی شوکی میخوره، انگار خودش هم میفهمه که یه حالی شده از وقتی دوستش رفته، و یه مش میزنه تو صورتش. پلان بعدی کجاست؟ پلان بعدی توی دفتر فرمانده است. توی دفتر فرمانده نگاه کنید، اولین چیزی که الی بهش نگاه میکنه چیه؟ به یک عکس یادگاری از دو تا دختر. حس تنهایی میکنه، به خاطر تنهایی این همه عصبانی شده، به خاطر تنهایی این همه داغون شده. چرا؟ و بعد فرمانده میاد. وقتی که فرمانده میاد بهش میگه اگه ما اینجا نباشیم، این مردم به جون هم میافتن، همین نونی هم که دارن نمیتونن بخورن. کاری که ما داریم میکنیم کار مهمیه، این نکته رو داشته باش. تو به درد فرمانده بودن میخوری که تو موقعیت‌های مناسب تصمیمات درست بگیری. خب برمیگرده به اقامتگاه. شب میخوابه، نیمای شب رایلی میاد. وقتی که رایلی میاد اون رو چاقو میکشه خیلی سریع. این خیلی نکته مهمیه که ما بدونیم الی یک فرد نظامی بوده که فرد اگر تیراندازی، استقامت، یا حتی اینکه بتونه یک زخمی رو مداوا کنه برای ما ساخته بشه و برای ما باورپذیر بشه که این در گذشته جایی بزرگ شده که این چیزها رو بهش آموزش دادن. خب کارگردان اینا رو به ما نشون میده. اما وقتی که رایلی میاد، مهمتر از رایلی در این لحظه برای من خود الی بود. به بک‌گراند های الی دقت کنید. توی اتاقش چی میبینید؟ فضاپیما، سیارات. چرا کارگردان در بک‌گراند الی عکس سیارات و فضاپیماها رو میذاره؟ خب یه دلیل خیلی مهم داره. فردی که دنبال جستجوی جاهای جدیده، فردی که از دیدن جاهای جدید لذت میبره، فردی که یک جا بند نمیشه، بهتره در بک‌گراندش عکس فضاپیما و سیارات رو بذاری. فردی که دنبال کاوشه، فردی که دنبال به دست آوردن چیزهای جدیده. پس شخصیتش رو سعی میکنه برای ما از بک‌گراند بسازه، از چیزهایی که پشتش قرار داره. یه مثال خیلی خوب فیلم پارازایت یا انگله. پسر بزرگ خانواده در بک‌گراندش کتابه. اولین بار که اون رو میبینیم چنین اتفاق میفته؟ و
به خاطر اینکه کارگردان میخواست به ما نشون بده که این پسر زبان رو خوب بلده، 2 سال پشت کنکور، کلی درس خونده، یکم این نظام ساختاری کره به شیوهی که حتی افراد باهوش و موفقی مثل اون هم نمیتونن تو این کنکور قبول بشن، به یک چیزای فرای درس خوندن میخوان، شاید همون کلاسای خصوصی، شاید، من تو کره نیستم و نمیدونم جریان چیه. حالا داستان فاصله نگیریم، رایلی بیلی میگه بیا میخوام یک شب خوب میبرات بسازم، بیا با هم بریم. وقتی که از اتاق خارج میشن به رنگ قرمز توجه کنید، رنگ قرمز حس نشاط میده، حس شادی میده. من اول فکر میکردم این رنگ قرمز نماد عشقه تو این قسمت، ولی نماد عشق نیست، نمادش یک چیز دیگه است که جلوتر میگم. خب الی و رایلی میرن بالای یک پشتبون. قبل از این که الی شروع کنه در مورد چیزهای شخصی و چیزهایی که احساسات رو به وجود میاره با رایلی صحبت کنه در مورد پدر و مادرش، به بک‌گراند نگاه کنید. یک دیش ماهواره رنگه. دایره نماد چیه؟ نماد نرمی و لطافته. برای اینکه حس لطافت، حس دوست داشتن، حس اینکه یک حس عاطفی بین اینهاست، سعی میکنه از دایره استفاده کنه. در مورد پدر و مادرش میپرسه، کمی بهش نزدیک میشه. حالا به این پلان دقت کنید. در بک‌گراند الی یک فضای بازه، یک جایی که انگار میشه بری بیای، ولی در بک‌گراند رایلی چیه؟ دیواره. انگار جایی برای رفتن نداره، انگار محکوم به موندن. جلوتر میگه من عضو فدرام، من باید برم، من نمیتونم اینجا وایسم، یه جایی بهم گفتن برم و باید از اینجا برم. ولی الی میتونه برگرده به پناهگاه. این در نظر داشته باشید، جلوتر باش کار داریم. خب اینا با هم دیگه میان و رایلی اونو به یک مرکز خرید میبره، به یک فروشگاه میبره. وقتی که به یک فروشگاه میبرتش، میرسن به یک جایی که لباس زیر زنان است. در اون لحظه رایلی به الی رو میکنه و میگه من دوست دارم تو این لباسا تو رو ببینم. به شوخی میگه، ولی یه ضرب و مثل خارجی است که 50% جوکا واقعیته و شوخیه. و این واقعا دوست داشت که الی رو ببینه، میخواست تمایلاتش رو بگه، تمایلاتی که به جنس موافقش داره. و همون لحظه الی شروع میکنه موهاشو مرتب میکنه، به خاطر اینکه این کاراکتر هم انگار بعدش نمیاد و یک کاراکتر خاصیه. خب الی و رایلی میان وارد فروشگاه میشن. وقتی که وارد فروشگاه میشن، رایلی اون رو میخواد ببره و سوار یک چرخ و فلک کنه. اینا از قبل کلی مشروب خورده بودن، برای اینکه یکمی روشون باز بشه، یکمی اعتماد به نفسشون بیشتر بشه. به رنگ طلایی اینجا نگاه کنید، به این سکانس دقت کنید. برای اینکه حس عشق رو بسازه، برای اولین بار سعی میکنه از رنگ طلایی استفاده کنه. رویاییه، دیدنیه، برای اینکه این حس رو بسازه. و وقتی که مشروب میخورن، به بک‌گراند نگاه کنید، تار میشه همه چیز، انگار تو این لحظه غرق میشن. ولی نکته جالبش نگاه رایلی به الیه. نگاه کنید به این پلان چگونه داره الی رو نگاه میکنه. معمولا پسرها وقتی که دوست دختراشون رو میرسونن خونه و دوست دختراشون داره میره و نمیتونه ببینه که پسر چجوری نگاهشون میکنه، این تو نگاه میکنه، یه نگاه خاصیه این چشماش. خب دیگه حالا بس فاصله نگیریم. خب ما اینجا اینا رو فهمیدیم که یه کششی بین الی و رایلیه. الی هم قایمکی نگاهش میکنه، با یه حالت خاصی نگاهش میکنه. اینا باز میان جلوتر و الی متوجه یه موضوع میشه توسط رایلی، اینکه یک بمب‌هایی رایلی در دست داره که توسط فایرفلای‌ها تولید شده و فایرفلای‌ها با اینها فدراها رو میکشن. و چه کسی عضو ارتشه و عضو فدران؟ الی. الی بهش میگه تو موقع منو بکشی؟ چقدر فاصله گرفتیم الان ازم؟ الی میخواد رایلی رو تک کنه. خب یه اتفاقاتی میفته، رایلی نمیدونم حد زده بود یا هر چیزی، یه صدای یک عروسکی رو فعال میکنه که صدای جیغ بیاد و الی برمیگرده. وقتی که برمیگرده، مهمتر از برگشتن الی برای من حالت نشستن رایلیه. این دختر چقدر خوب با دستاش بازی میکنه. یک جای در این قسمت با دستاش وقتی که میخواست به الی بگه که من عضو فایرفلای شدم، خواهش میکنم داد نزن، کسی نفهمه دستاشو چطور باز میکنه، چشمهاش چطوری این حس رو میرسونه. یا وقتی که داره به الی میگه چی؟ داره به الی میگه انگار چاره ای ندارم، گیر افتادم. به چشمهاش نگاه کنید، لوکروم یا جایی که چشمهاش داره خیره میشه اصلا مشخص نیست. سر این پلان کاراکتر گیر افتاده، هم با حالت نشستنش که افتاده، گیر افتاده، بسته شده، هم با جایی که چشمهاش مشخص نیست، مسیر چشمهاش مشخص نیست، اینکه گیر افتاده، اینکه جای برای رفتن نداره رو برای ما میسازه. واقعا صحنه پردازیش خوبه.
خب رایلی به الی میگه چی؟ میگه بیا بریم، من قرار بود بهترین شب زندگی تو رو بسازم، بیا با هم بریم. If you come back we could be running things. We're like the future. You're a firefly? Yes, Ellie, put it down. None of this shit was even about. یه چیزی که مشخصه الی یه کمی مثل پسرها رفتار میکنه از اولین سریال تا الان، و کارگردان‌های این قسمت انگار به یک نتیجه رسیدن. الی که داخل گیم بود یه کمی گوگولی بود، یه کمی ناز بود، بهش نمیخورد بک‌گراندی داشته باشه در ارتش، بهش نمیخورد در گذشتش یک همچین کارهایی کرده باشه، به نوعی بگم تعقل مرگل به نظر میومد فیسش تو گیم. اونا برای اینکه یه کمی وحشی‌تر به نظر بیاد کارهایی بکنه، جسورانه کارهایی بکنه مثل پسرها و شخصیت هم جنسگراش ساخته بشه. هر فردی یک قسمت مردانه داره و یک قسمت زنانه توی احساساتش، توی ناخودآگاهش. افرادی که هم جنسگرا هستن یکم این قاطی میشه، اگر دختره یکم این قسمت مردانه وجودش بیشتر میشه که تمایلات هم جنسگرایانه پیدا میکنه. خب حالا از این بس بگذاریم. میخواست کارگردان این حس داداشی بودن الی رو برای ما بسازه، یکم قیافش رو طوری میسازن که گوگولی و تعگر مرگل نباشه و یک بازیگری رو انتخاب میکنن که این طوریه، و کاراکتر الی رو برای ما تو این قسمت زیاد لوس نشون نمیدن و توی سایر قسمت ها که شخصیتش برای ما که گذشته داشته که در اردوگاه نظامی فعالیت میکرده برای ما ساخته بشه. خب حالا مهمترین قسمت این اپیزود از سریال لسافاس برای ما اینجا بود. الی و رایلی حالا دیگه کلی مست کردن، تأثیرات مشروب بهشون ساخته، یک ماسک میزنن و میرن بالا برقصن. نقاب و ماسک نماد چیه؟ همه ماها ماسک میزنیم و ماسک داریم. یعنی چی؟ یعنی توی خونه یه نوع رفتار میکنیم، در اداره رسمی رفتار میکنیم یک نقاب میزنیم، با دوستامون یک نقاب دیگه میزنیم و دوستانه رفتار میکنیم. اصولا فرد عادی نقاب داره، همیشه خودش نیست. اون چیزی که به زبون میاره با اون چیزی که توی فکرش فرق داره. ایرانیا که تعارف دارن اینو خوب میفهمن، گاهی از یکی خوششون نمیاد و روشون نمیشه بگن، یک نقاب میزنن به چهرهشون. این خیلی موضوع مهمیه. الی و رایلی تا اینجای داستان چه توی گیم چه توی این قسمت از سریال نقاب زده بودن. رو کراس به هم دیگه نمیگن آقا من از تو خوشم میاد، من یه حسی جدایی از دوستی به تو دارم. اینا دوتا ماسک زده بودن. الی زودتر نقابشو در میاره، نقابی که این همه وقت زده بود، نقاب رایلی رو هم در میاره و اونو میبوسه. این خیلی مهمه، کارگردان برای این که نشون بده اینا دیگه الان خودشونن و همه چیزو گذاشتن کنار، اول توی داستان یک ماسک میذاره روی صورتشون و یک نقاب، و بعد اینا اینو در میارن و بعد همدیگه رو میبوسن برای این که نشون بده که اینا الان دیگه خود خودشونن، اینا دیگه اون نقابه رو گذاشتن کنار. الی به رایلی میگه چی؟ میگه خواهش میکنم پیشم بمون. رایلی میگه باشه. این باشه واقعی ترین باشه است. چرا؟ چون افرادی که یک شخصیت اینطوری دارن، با همجنس خودشون رابطه دارن، میدونن که خیلی سخت میتونن یه آدمی رو مثل خودشون پیدا کنن، یه آدمی که هم دوستش داشته باشه هم مثل خودشون باشه. رایلی میدونست شاید دیگه آدمی مثل ایلی گیرش نیاد، مطمئنن وای میساد. ولی خب لسافاس چطوریه؟ ما رو با یه کاراکتر نزدیک میکنه و بعد از همون میگیرتش که این حس تنهایی رو حس کنیم با تمام وجودمون. چی کار میکنه؟ همون لحظه یک کلیکر میاد و الی دستش گزیده میشه، آلوده میشه. رایلی چه اتفاقی سرش میاد؟ رایلی هم آلوده میشه. این پلان خیلی پلان مهمیه. سایه روی صورت رایلیه و الی صورتش نورانی تره. چرا؟ به خاطر اینکه کسی که ما میدونیم از دنیا میره رایلیه، کسی که جونش رو از دست میده رایلیه، سایه روی صورت اونه و ما میدونیم که سرنوشت الی مشخصه، اون زنده میمونه، نور بیشتری روی صورتش. و چرا کارگردان نشون نمیده که چه اتفاقاتی برای رایلی در انتها میفته و الی چطور اون رو میکشه؟ چرا؟ چون میخواست هر بار که یاد این قسمت میفتیم این عشق بین این دو نفر رو به ما نشون بده، اینکه با هم دیگه علاقه داشتن. و از همه اینها مهمتر، قد رایلی بلندتر از الیه. داخل این قسمت از سریال یه تفاوتی هست با بازی. داخل بازی تقریبا هم قدن، یه کمی رایلی بلندتره، ولی اینجا رایلی خیلی بلندتره. چرا؟ به خاطر اینکه رایلی دست بالاتر داره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انگار بالغتره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قرار ما رو یاد جول بندازه، رابطه جول و الی. الی دنبال جول بود، الی دنبال رایلیه.
میخواست اینو به ما برسونه و اینکه کسی که باید بمونه رایلیه، اون باید دست برتر رو دست بالاتر رو داشته باشه. بخاطر همینه وقتی که الی به رایلی اینو میگه، رایلی بالاتره، رایلی قدش بلندتره، کارگردان یه کاری میکنه تو این لحظه به چش بیاد. چرا؟ چون اونی که تصمیم باید بگیره. بخاطر همین از اول این قسمت یه کاراکتری رو انتخاب میکنن که قدش از الی بلندتره، که این حس دست بالاتر داشتن رو برسونه. حالا همه این اتفاقات گذشته، الی با خودش میگه چی؟ میگه من بعد از رفتن رایلی تنها شدم، بذار بمیرم، این دنیا ارزش نداره تا اینکه یک فردی که دوستش دارم از دست بدم. من وای میسم و جول رو نجات میدم. خب برای ما گذشتش رو ساخته، بک استوریش رو ساخته که این تو ارتش بوده، یه نخاسوزم پیدا میکنه و جای زخم جول رو بخیه میزنه و با چشمانی مضطرب به جول نگاه میکنه و این قسمت تموم میشه. اما به نظرم این قسمت یکی از بهترین قسمت ها بود. در انتها دوست دارم نظر خودت رو نسبت به این قسمت برای من کامنت کنی، برام بگی چه حسی داشتی از دیدن این قسمت، با کدوم یکی از حرفای من مخالفی یا موافقی. خیلی خوشحال میشم نظرت رو بشنوم. اگه تا اینجا موندی که خیلی ازت ممنونم که تغییرم رو تا انتها تماشا کردی. ممنونتر میشم که نظرت رو هم برام بذاری، حتی اگه مخالفی. امیدوارم از این تحلیل خوشت اومده باشه. دیگه از این به بعد بعضی اوقات پست های من بدون اینکه خودم بیام جلوی دوربین ضبط کنم ضبط میشه، بعضی از پست های من. خب حالا که شما تا این انتها موندی، بخاطر اینکه بعضی از پست های من احتمال دیده شدنش خیلی کمتره، من رو محتوام کار میکنم، رو اون آموزشام کار میکنم، سعی میکنم پست شخصی بسازم، ولی پست هایی که احتمال اینکه بگیره، احتمال اینکه بازخورد زیادی داشته باشه رو سعی میکنم جلوی دوربین ضبط کنم. پست لاست آف آس تا حدودی کم ویو ترین پست های پیج من بوده از موقعی که دیگه ساب گرفتم زیاد. دلیلش مشخص نیست، فکر کنم زمانبندی اشتباهی داشتم، یعنی اون موقعی که باید ضبط میشد ضبط نشد و به نوعی میگن قضا که سرد بشه دیگه از دهن میفته، شاید اینطوری بوده. و در صورت سبک تحلیلی من اینطوری نیست که بگم توی گیم چه اتفاقی افتاده، توی داستان چه اتفاقی افتاده، استراگاش چیه، نه. سبک تحلیلی من یه تحلیله و تفسیر فیلم و من تحلیل میکنم که مخاطب لذت دیدنش از این قسمت دو برابر بشه. امیدوارم از این تحلیل لذت برده باشی. لایک و ساب یادت نره. خدافظ.